خدای صبح با سلام به همه عزیزان و با تشکر از اینکه این فرصت رو به من دادید، هرچند که من همیشه در حال فرار هستم برای صحبت کردن. قبل از هر چیز بگم من حقیقتاً واعظ نیستم و برای من موعظه سخته، بنابراین اگر قصور و کوتاهی رو دیدین به حساب یک واعظ نذارید، به حساب کسی بذارید که اون چیزی که تجربه کرده با شما در میان بگذاره. من در اصل یک مبشر هستم و کار من تعلیم و از طریق نبوت، از طریق سرود، از طریق کلام، از طریق مکاشفه. خداوند در طی این سالها از من استفاده کرده. برای این کار یک واعظ خیلی چی میگن مدلش خیلی فرق داره با طرز صحبت کردن من. و هر حال اون چیزی که من تجربه کرده بودم، خواهر نسرین خواستن که چون بهشون زنگ زدم و گفتم که چه ملاقاتی با خدا داشتم، ایشون گفتن تا تنور داغه بچسبون و خوبه که برای تعلیم اینا بیاری. و واقعا خدا رو شکر میکنم برای خدای زنده‌ای که ما داریم و در میان ما ساکنه، در میان ما راه میره، خدایی که من معتقد هستم بهش. و واقعا بعضی وقتا تو بشارت و این چیزا اینو میگم، میگم خدا هنوزم داره خلق میکنه. اگر تو او رو کشفش کردی، این نیستش که بوده تو تازه کشفش کردی، او تازه خلق کرده تو تازه دیدی. خدایی که زنده است و هنوز داره خلق میکنه، خدایی که من معتقد هستم هنوز داره پاهای ما رو میشوره، خدایی رو که من ملاقات کردم مطمئن هستم که هنوز هم اون پیاله در دستشه و هر روزه و هر بار که احتیاج داشته باشیم عهد تازه با ما میبنده، خدایی که همیشه مشتاقه که ما رو ملاقات بکنه. بعض وقتا فکر میکنم بگم که اگر خودم رو در خداوند اونطوری که هستم میشناختم و او رو اونطوری که هست میشناختم، چقدر از زندگی مسیحیم لذت میبردم. قوم من به سبب عدم شناخت هلاک خواهند شد، به سبب عدم معرفت و آگاهی میگه هلاک خواهند شد. بعضی وقتا ساعت هامون، روز هامون، زمان هامون واقعا به هلاکت، به قصه، به درد گذشته و علتش این بود که نشناختیم. اما خدایی که ما میشناسیم انتهای ما رو از اول میبینه، خدایی که ما رو انتخاب کرد میدونه که ما کی هستیم، چی هستیم و از چه مسیرهایی عبور میکنیم، خدایی که ما رو خواند و به نزد خودش آورد و وعده داد هرگز ما رو ترک نمیکنه. صحنه‌ای رو که دیدم و موقع ملاقات با خدا یک شعری نوشتم، خیلی جالب بود که میگه زن بدکاره اومد شیشه عطرش رو نزد پاهای خداوند شکوند، اما من به جرأت میتونم بگم که خداوند شیشه عطر مهر و محبتش رو بر سر من خالی کرد. و او هر روزه برای ما این کار میکنه و اصلا عاشقانه میخواد که با مهر خودش، با محبت خودش، با رحمتهای خودش ما رو هر روزه سیراب بکنه. داشتم میگفتم که خداوند عطرایی که ما جلوی پای تو میریزیم، اگر هزاری هم بهترین عطرا رو یا بهترین پرستش های ما، بهترین دعاهای ما در حضور تو اگر ریخته بشه بویی نداره، ولی وقتی که تو عطر خودت رو بر سر ما خالی میکنی، شهادت های ما، زندگی ما نشون میده عطری که همه رو در بر میگیره، نه تنها تو رو خوشنود میکنه بلکه در روابط ما این عطر خوشبوی مسیح دیده میشه. باز گفتم من یک واعظ نیستم، اما تجربه خودم رو با شما در میون میگذارم. به این نتیجه رسیدم در طی این سالها که ایمان یه تخمیه که خداوند میکاره و این تخم رشد میکنه. بعض وقتا فکر میکردم ایمانم ضعیف شده، بعض وقتا احساس میکردم کم شده، بعض وقتا میگفتم امیدم کم شده، بعض وقتا میگفتم اعتمادم کم شده، ولی واقعا تجربه خودم در طی این سالها این بوده که
ایمانی که خداوند به ما هدیه میده، چون که ما با تحقیقات و با زور و تلاش این ایمان رو به دست نیاوردیم، زمانی که قلبمون رو سپردیم خداوند ایمان رو به ما هدیه داد. و این ایمان خیلی جالبه، در جایی که رشد میکنه در سختی ها و مشکلاته. تنها چیزی که میتونه ایمان ما رو رشد بده، اعتماد ما رو به خداوند رشد بده، فقط در سختی هاست. شاید کسی چیزی دیگه پیدا کرده باشه، ولی همچی گفتم من تجربه شخصی خودم رو میگم. جایی که ایمان انسان، اعتماد و امید رشد میکنه فقط در سختی ها و مشکلاته و باعث میشه این سختی ها و مشکلات، زمانی که ایمان ما رشد میکنه و اعتماد ما، در ما محبت مسیح رو به وجود میاره. اونجایی که میگه الحال سه چیز باقی است: ایمان، امید و محبت. و این محبتی که به وجود میاره، اون محبت انسانی، اون محبت شهوانی و اون محبت شیطانی نیست که ما سالها بهش عادت کردیم، مثل باجگیرا محبت میکنیم کسایی رو که دوست داریم، رابطه برقرار میکنیم کسایی که دوست داریم، اونایی که ظلم میکنن دوست نداریم و و. یا مثلا میبینیم اصلا دیگه نجات انسانها برای ما اصلا مهم نیست، نه، بیشتر دور خودمون میچرخیم، بخاطر که ما هنوز توی اون محبت انسانی هستیم. ولی زمانی که اون محبت مسیح که در اثر اعتماد و ایمان و در سختی ها رشد میکنه، اون یه چیز دیگه است. و به همین شکل ایمان ما میتونه سست بشه باز در همون، و اعتماد ما میتونه کم بشه باز در همون سختی ها و مشکلات. عیسی مسیح گفت سختی و زحمات برای شما بسیار خواهد بود. من مدت ها بود که خودم رو محکوم می کردم، همش دور خودم می چرخیدم، همش دنبال چرا این کاری کردی، چرا اون تصمیم می گرفتی، چرا اینجا رفتی، چرا اومدی. فراموش کردم که خداوند به من نگفت که سختی و مشکلاتی که من به تو میدم، هر سختی و مشکلاتی، چه تصمیمات من، چه حماقت های من، چه طریق ها و راه های اشتباهی رو که رفتم یا میرم، در این جهان میگه سختی و زحمات برای شما بسیار خواهد بود، اما دل شما مضطرب نشود، من بر همه اونها غالب میام. اون چی که خدا به من نشون داد، ما به مسائل با چه دیدی نگاه میکنیم. از اونجایی که از زمینه شریعت اومدیم، از زمینه مذهب اومدیم، تا سختی اومد اولین چیزی که تو ذهن من می اومد این که چی کار کردی، کجا خرابکاری کردی، کجا اشتباه کردی، چرا فلان چیز گفتی، چرا فلان چیز فکر کردی، چرا فلان قدم رو برداشتی. در صورتی که اگر من هیچ کدوم از این کارا رو نمی کردم، با سختی و زحمات برای من در این جهان بود. هیچ کس تو دنیا وجود نداره که سختی و زحمات نداشته باشه، نوعش فرق داره. اگر به سختی هامون، این امروز کسی میگه که اگر میشنیدم گفتم بابا نفسش از جای گرم در میاد، اگر به سختی ها و مشکلات به شکل برکت نگاه بکنیم، که خداوند به من گفته سختی و زحمات برای تو بسیار خواهد بود اما دل تو مضطرب نشود، پس این برکته. آمین. چون او گفته به هر شکلی، به هر شکلی، زمان که خداوند منو انتخاب کرد میدونست من کیم. میگه او انتهای تو رو از ابتدا میبینه، او میدونست من چه قدم هایی بر میدارم، او میدونست من چه فکرهایی میکنم، او میدونست من چه راه هایی رو میرم، او انگیزه دل منو چه سالم چه خراب میدید. با این حال من رو
خواند، مرا برگزید. او از من استفاده کرد 32 سال همه جا. من باختم خیلی جا. برای اینکه همیشه به سختی ها به شکل لعنت نگاه کردم. در صورت که اون خوشی ها زود گذر بود، سختی ها بود که، مشکلات بود که من رو میتونست به اون محبت مسیح برسونه. مسیح میگه من حکمی برای شما دارم، حکم اعظم. بعضی وقت ما فکر میکنیم که، چون میگن دیگه واعظا میگن که مثلا حکم اعظم اینه که بری جمعی امتها رو شاکر بسازید و خیلی چیزای دیگه، محبت کنید پدر مادر و خیلی از این استفاده میکنن. ولی من یک حکم رو تازه یاد گرفتم بعد از 32 سال. انجیل یوحنا با 15:12 میگه که حکم من این است، یک دیگر را محبت کنید چنان که من شما را محبت کردم. میگه و اینک حکمی دیگر بر شما دارم، یک دیگر را محبت کنید چنان که من شما را محبت کردم. بله، 15:12. هیچ راهی برای رشد ایمان ما وجود نداره. ما همه چیزو اینجا میذاریم، خدمت باید بمونه، نبوت های یه روز تموم میشه، رابطه ها تموم میشه، اما وقتی وارد حضور خدا میشیم، تو پاسپورت ما باید 3 مهر باشه: ایمان، امید و محبت، که این دوتا این یکی رو تولید میکنه، این دوتا این یکی رو رشد میده. سختی ها و مشکلات بارها و بارها دیدم پشتش خیلی چیز خوبی اومده. دیدین هممون داریم این تجربه رو. با توجه به این که میدونیم از این هم عبور خواهیم کرد، این نیز بگذرد، نه؟ و یه چیز خوب پیش اومده، خودم شاهدم که گفتم خداوند دیگه غر نمیزنم. یعنی بعد از این همه سختی تو منو به اینجا مخواستی برسونی، اینو مخواستی بدی، ولی باز سختی دیگه که اومد، اولین کاری کردم در خودم دنبال گناه گشتم و این باعث شد که جان من تلخ بشه. خدمت کردم، خدمت می کردم، خدمت می کنم، اما خیلی وقتا بوده که جان من تلخ بوده. منتظر خداوند بودم و واقعا از او می خواستم که خداوند را تو منو یه جوری ملاقات کن. راستش بخوای هیچی نمیخوام، اعتراف میکنم. حتی وقتی پرستش میکردم بعضی وقتا یا دعا میکردم، از سر من بود، از قلبم نبود. به جایی رستم گفتم میدونی چی میخوام؟ من فقط میخوام که از قلبم تو رو بپرستم، برای که من میدونم پرستش که تو قلب چیه. میخوام قلب من برای تو بجوشه، نمیجوشه. میخوام که قلب من برای تو پر بزنه، نمیزنه. هیچکی نمیدونه ولی تو میدونی. میخوام قلب من در حضور تو واقعا به وجد بیاد، ولی نمیاد. خیلی وقتا احساساته، از احساساتم استفاده میکنم. اما در اینجا نیز خیلی جالب بود، به این نتیجه رسیدم که مذبح رو برقرار کن، هیزم رو ببر، قوت خودش میاره. یعنی محبتی که حتی به جایی میرسی، من رسیدم که حتی اون چیزی که من دارم دیگه اون رو کفاف نمیده. و او به جایی رسیدم گفتم تو به من بده، از مال خودت بهت بدم. میخوام حتی اون محبت، اون پرستش رو تو قلب من بذاری تا من به تو بدم. در
مزمور 139 خوانصفی میدونه، من اینو خیلی وقت استفاده میکنم. مزمور 139 برای من مثل چشمه میبونه که هیچ وقت آبش تموم نمیشه و از کنار او همیشه یه چیزایی بالاخره در میاد. این مزمور خداوند در خواب به من داد وقتی کانادا داشتم میرفتم. در اونجا میگه شناختی که من از تو دارم انقدر عمیقه که تو یارای درکش رو نداری. برای همین گفتم خداوندا تو با شناختی که از من داری و اینکه پیش از اینکه روزهای زندگی تو آغاز بشه من همه اونا رو تو دفتر نوشتم، خداوندا چرا با توجه به این در پی محکوم کردن خود و اینکه میخوام همه چی در حضور تو خوب بشه در صورتی که نشد و نمیشه. یادم میاد که وقتی دعا میکردم و از خداوند چیزی رو میطلبیدم، به خداوند میگفتم خداوند رو میخوام ازدواج کنم برای اینکه برای بچه هام پدر داشته باشم. وقتی خداوند من ملاقات کرد گفت من پدر بچه های تو بودم، اما تو مثل قوم یهود که پادشاهی من رو نپذیرفتن، تو در سخت‌ترین شرایط و یه زمانی که نیاز داشتی پدری من رو نخواستی، برای همین دنبال پدر برای بچه ها میگشتی. و واقعا میگم توی این سختی ها و مشکلات، تو بالا پایین بودن ها، بعضی وقتا موعظه میشنیدم که افراد بعضی وقتا بالا هم بعضی وقتا پایین هم، بعضی وقتا پر هم بعضی وقتا خالی هم. و وقتی که باهاشون هم خدمت شدم دیدم اونا هم همینجور هم، هیچ کی تخت گاز سر بالا نمیره. درسته که بالای منبر میگن و من اینها رو میگرفتم برای خودم که اینها چجوری به اینجا رسیدن؟ چرا من نمیرسم؟ خداوند من چی کار میکنم که نشری دارم؟ من چی کار میکنم که همیشه در اوج نیستم؟ اما این واقعیت زندگی یک ایمانداره. یه روز بعد ادوارد بگو اگر همیشه بخنده یه نفر مطمئن باشین دیوونه است، چون دیوونه همیشه میخنده، آدم نمیتونه همیشه. بله نه، ولی خب خدا رو شکر میکنیم که خداوند منتظر ما رو ملاقات بکنه و اجازه میده عبور بکنیم از این مراحل. اگر کسی در شرایط منه، اگر کسی جانش تلخه، اگر سخته، ممکنه دوباره تخت بشم، ممکنه دوباره تو سختی بیافتم، نه، ولی او اجازه میده که ما بگذریم، برای اینکه ایمان ما هنوز به اون حد نرسیده که اگر فردا رفتیم تو پاسپورتمون این ایمان و امید و محبت همچین در جای خودش محکم ایستاده باشه. در همین انتظار به سر می بردم که روز 16 اکتبر دوشنبه 16 اکتبر 2017 همینطوری که صبح بلند شده بودم دوباره بگفتم باشه دیگه، ما که چیزی برای گفتن برای تو نداری، تو اگر اینجوری دوست داری باش، اگه دوست نداری من هیچ چیزی دیگه برای تو ندارم. همینجوری ادامه میدیم دیگه، میریم. اگه خودت به میان اومدی که اومدی، اگه نیومدی هم خب من میرم دیگه، الان ببینم تو کی به میان میای. وقتی خدا به میان میاد بنا میکنه، وقتی خدا به میان بیاد میسازه، وقتی خدا به میان بیاد تشویق میکنه، وقتی خدا به میان بیاد آباد میکنه. اگر تو دوباره خرابش کنی، اگر تو دوباره خراب بشی، اگر تو دوباره خرابت بکنن به هر علتی، او تا به آخر امین و وفاداره که ما رو بلند کنه.
کافیه که فقط دید ما اون جوری باشه که اون میبینه. مشکل من این بود که به همه مسائلی که در اطرافم بود اونطوری که اون نگاه میکرد نگاه نمیکردم. وقتی که صبح منتظر بودم و چشمامو بسته بودم، یعنی تمام صحبتهای امروز از یک تایید بود برای من و خیلی جالب بود، تو این تجربه رو نداشتم. فقط دیدم صدایی به من میگه نعومی. این نیست که کلیسا منو نعومی صدا کنه، هم که خواهن از این گفت نزد خداوند هر کسی یه اسمی داره. من فکر نکنم همه یه همشهری های پتروس اون رو پتروس بخوندن، تو اون رو به اسم دیگه میشناختن، ولی شاگردان اون رو پتروس بخوندن. دیدم دوبار این صدا به من گفت نعومی. فریاد میزدم خداوند جان من دیگه تلخ. باز کردم، گفتم باز کتاب روت. این سومین بار بود که خدا من از طریق این کتاب من ملاقات کرد. یک بار ایران بود، تازه ایمان آورده بودم که وقتی خوندم، چون من تا میخوندم بلافاصله عمل میکردم، بوده بوده کتاب هم برش رفتم چه بادر شوهرم، گفتم من باید به اون نشون بدم من مثل روتم، دوستش دارم، خواهم بهش بگم. و رفتم اونجا گفتم، کتاب روت رو خوندم. مادر میدونی که من ایمان آوردم و اومدم اگر احیانا خلاص اون چی که لازم بود گفتم. و یک بار وقتی که از کانادا برمیگشتم باز این کتاب رو خوندم، برداشتم این بود که خب حالا برگرد. این بار وقتی که خوندم خیلی جالب بود، دیدم که کتاب نعومی رو که خوندم دیدم میگه که 10 سال بود که اینها به موآب رفته بودن. این کلمه 10 خیلی حواس منو به خودش برداشت. گفتم امیر 10 ساله بود من اومدم آلمان، 10 سال اینجا بودم رفتم کانادا، 10 سال تو کانادا بودم برگشتم. خداوندا این یه چیزی هست. وقتی شروع کردم به خوندن آیه باب 1 که تو آیه 4 کلمه اون 10 سال رو میگه و بعد آیه 20 22 1 20 22، روت باب 1 آیه 20 تا 22، من اینو بخونم با اجازه شما. وقتی که نعومی وارد شهر میشه میگه که مرا نعومی نخوانید، دیگر مرا نه نعومی بلکه مارا بخوانید، زیرا قادر مطلق به من مرارت بسیار رسانیده است. من پر بیرون رفتم اما خداوند مرا خالی بازگردانید. چرا مرا نعومی میخوانید حالان که خداوند مرا ذلیل ساخته و قادر مطلق به مصیبت گرفتار کرده است؟ اگه ما اینو اینجور نگاه کنیم با دید خودمون میگیم خدا خیلی بهش ظلم کرده، ولی منظور نعومی اصلا این نیست. منظورش که تو تمام این سختی ها او با من بوده. منظور نبود که خدا نشسته تا او رو گرفتارش بکنه، خدا نشسته تا او رو مرارت بسیار برسونه، چون اصلا با ذات خدا اصلا جور در نمیاد. یا اینکه خدا نشسته که او رو خالی بکنه، یا اینکه خدا اونجا میخواد این رو ذلیل بسازه، میخواد بگه من به این روزها افتادم، مرارت بسیار داشتم، خالی شدم، نه ذلیل شدم، اما او قادر مطلق، خدا و خداوند با من بود.
و من رو ترک نکرد. و بلا فاصله بعد از اون میاد در همون باب 2:20 میگه نعومی به عروسش گفت متبارک باد او از جانب خداوندی که محبت خود را نسبت به زندگان و مردگان ترک نکرده. اینجا خداوند گفت اگه مردی ترکت نکردم چی میخوای؟ احساس میکنی مرده ای؟ ترکت نکردم. تو تمام اون سختی هم در کنار تو بودم، تو تمام اون مشکلات هم در کنار تو بودم، هیچ وقت ترکت نکردم، چون باید از اونجا عبور میکردی، چون من گفته بودم سختی و زحمات برای تو بسیار خواهد بود، اما دلت تو مضطرب نشه. تو دلت مضطرب شد ولی من در کنار تو بودم. اگر دلت مضطربه بدون خداوند در کنار توست، بدون خداوند در کنار توست، چون اون ویتامین ایمان و امیدته. هیچ راهی نداره، خوشبختانه یا متاسفانه. وقتی اونجا میستی میگی میدونم که تو در سختی ها و زحمات در کنار من هستی، خودمم باعثه. آره خودمم باعث تمامی سختی هاش را. شما فکر میکنی نعومی خودش دلش مخواست بره؟ نه، من خیلی موعظه های منفی راجع به نعومی شنیدم. نعومی یک زن بود، یک زن یهودی بود، هر جا شوهرش میرفت باید میرفت و رفت، مطیع بود، زن مطیعی بود، اما برگشت. و خداوند در تمام این مرارت ها در کنار او بود و در کنار ما نیز هست. بعد خداوند پشتش آیه رو برای من، و همطور که داشتم نگاه میکردم گفتم خداوند تو جلال بیاب، خداوند تو جلال بیاد. یعنی قشنگ میشنیدم، چون این صدا رو شنیدم و سرود خداوند به من داد و گفت نعومی نزد من بیا. و واقعا رفتم دم پاهاش نشستم و او عطری بر سر من ریخت و گفتم خداوند جلال بیاب. به من خروج باب 34 رو داد. وقتی که موسی میخواد خداوند رو ببینه در باب 34 آیه 6 میگه خداوند از برابر موسی گذشت و چنین ندا کرد: یهوه یهوه، خدای رحیم و فیاض، دیرخشم و آکنده از محبت و وفا، پایدار در محبت برای هزار پشت و آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه، اما تقصیر کار را هرگز بی سزا نمیگذارد. در کتاب در یونانی و انگلیسی کینگ جیمز ننوشته سزا، نوشته ملاقات، ویزیتیشن. میگه تقصیر کار را ملاقات میکنه، همچون که ما رو ملاقات کرد. مگه ما گناهکار نبودیم؟ مگه عادلین بودیم خدا ما رو ملاقات کرد؟ مگه چی کار براش کردیم؟ یعنی هیچ وقت این کارو نکرده. ابراهیم چیکار کرد که ملاقاتش کرد؟ موسی چیکار کرد که ملاقاتش کرد؟ داوود چه مراسمی رو انجام میداد؟ اصلا در زمان ابراهیم که شریعت هم نبود. نه؟ خیلی جالبه وقتی که تو بعضی چیزا رو نگاه میکنم. مثلا آخه چطوری میشه بالا میگه آکنده از محبت و اینجایی که حسابتو میرسم؟ آخه چه جور در نمیاد که آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه. و میگه جلال خدا اینه اصلا. با جلال خدا رو داریم هم میکنیم. خداوند جلال خودش رو با ما تقسیم کرده، جلال خودش رو به ما داده. ایناست دیگه، این جلالشه. نورش که نیست که، شفاهاش هم نیست. داره میگه آمرزش. و گفتم هم گفتم که اگه ترجمه انگلیسی کینگ جیمز دارین نوشته ویزیتیشن، گناهکار رو، تقصیرکار رو ملاقات میکنه. این خدایی که ما داریم وقتی به میون میاد چنین میکنه. و خیلی جالب بود اینجا دیدم که خداوند به من ببخشید این تا یادم نرفته. بعد از اون اومدم مزمور 127، نه
127 رو خداوند به من داد، خب میدونستم این چیه، شروع کردم به خوندن. میگه فرزندان 127 آیه 3، فرزندان میراثی از جانب خداوندن و ثمره رحم پاداشی از سوی او بسان تیرها در دست مرد دلاور. همچنان فرزندان ایام جوانی، خوشا به حال آن که ترکش خیش را از آنها پرسادد. در ترجمه دیدیم که پسران. و اینجا خداوند به من گفت، میدونی چون قسمت هایی رو که تو ناراحتی و براش فکر میکنی، خداوند میاد بسازه دیگه، نمیاد بنا بکنه. خداوند به من گفتش که تو به پسرات هم که نگاه کردی، گفتی آی مثلا با دید ناله نگاه کردی، با دید بار نگاه کردی. ما بچه هامونو زمانی که آخ بزرگ شه بره، آخ 18 سالش بشه بره، آخ شوهر کنه بره، آخ زن بگیره بره، اینها رو وقتی به این شکل نگاه میکنیم، به همون شکلم سرمون میاد، یعنی بار میشن برامون. و اونجا خداوند به من گفت من دو تا تیر به تو دادم، ترکش دادم، تازه سه تا مرتضام هست، هرچند که ما کسی رو که من نزاییدم مال من نبودم که در عهد عتیق که خداوند به من بخشید، نه من به تو تیر دادم تو ترکش. در زمانی میگه دشمن، چنان که آنگاه که در دروازه با دشمن سخن بگوید شرمسار نخواهی شد. اگه به صورت تیر نگاه کنیم شرمسار نمیشیم به خاطر بچه هامون. همطور نگاه میکنم خداوند واقعا تو رو شکر میکنم، باعث شرم من نشدن، باعث خجالت من نشدن، باعث این نشدن که بگم آخ چرا اصلا این رو زاییدم، اصلا چرا. و شروع کردم برای اولین بار شکرگزاری حقیقی که خداوند من ترکش داشتم نمیدونستم و اونا باعث شرم من نشدن. و چیزی که توی این بنا کردن خدا به من نشون داد این بود که یک، خودم رو از چشم او ببینم. من مارا می دیدم ولی او من رو دلپذیر می دید. نعومی یعنی دلپذیر. او من رو دلپذیر می دید. بچه ها مویاوزی که در اطراف هم هستن، حالا هر کی هر چی، چیزی که برایش سخته اون که اوکی اوکی دیگه، حالا با هر چیزی میخواد ببینه ببینه، ولی اون چیزی که غم میشه اونو با چه چشم میبینی؟ اون رو با چشم تیر و ترکش، کسی که تو دروازه در برابر دشمن برای من خواهد ایستاد و ایستاده. دشمن نتونست به خاطر بچه ها منو بزنه، دشمن نتونست چیزی گیر بیاره و از طریق اونها منو شرمنده بکنه. خدا رو شکر میکنم و برای اینها باید واقعا خدا رو شکر بکنیم، برای اون چی که داریم، شوهر، بچه است، دختر، پسر، فرق نمیکنه. وقتی که ببینیم تیری در دست دشمن نیستن، این بزرگترین هدیه که خداوند به ما داده، بزرگترین. خیلیا شوهرشون، زنشون، بچه هاشون تیر دست دشمنن. اگر خدا تمام زندگیشون هم پر از برکت بکنه، اگر بزرگترین واعظای دنیا هم باشن، همه چیزایی که دلشون میخواست داشته باشن، همچی که چششون به بچهشون یا دخترشون یا خواهرشون یا برادرشون میفته که تیری در دست دشمنن، غم دنیا انگار تو دلشونه. دومین چیزی که خداوند به من نشون داد، اون اونطوری که هست ببینم. خروج باب 34 6 تا 7، او رو اونطوری که خودش رو معرفی میکنه ببینم، نه اونطوری که خودم برداشت میکنم. و سوم، خروج 34 6 تا 7، و سومی که جلال او رو که باز در همین خروجه، هرگز وقتی میگم خداوند تو جلال بیاد، یعنی اینجایی که اشتباه دارم اشتباه کردم، بخشش تو بیاد، آمرزش تو بیاد، محبت تو بیاد. اینجا که محبت ندارم به خواهرم، خداوند محبت تو بیاد. وقتی میگم جلال تو بیاد، این دارم پکیجی توش ببرم و من واقعا جلال خداوند رو در زندگیم دیدم در رابطه با کلاله.
هیچ وقت خونه توی قلبم دوست نداشتم، واقعا دوستش دارم. شاید کلال عوض نشده، همون کلال است، ولی من دوستش دارم. این جلال خدا من. فریده همینطور از خواهر به من نزدیکتره. خواهر شوهر من که چش نداشتم ببینمشون، برداشتم بچه ما دست اینا فرار کردم کانادا. الان انقدر با هم صمیمی هستیم، انقدر دوستش دارم که هر زمان حتی اگر جایی جلسه چیزی باشه اون به من بگه بیا به تو احتیاج دارم، بودو بودو میرم پیشش. و این از فیض خداست در تلخترین و بدترین روزهای زندگیمون. میخوام یه داستانی رو بگم بعد تموم بکنم. یه برده‌ای بود که تصمیم میگیره فرار بکنه. میگه یا یه دفعه میمیرم یا یه دفعه آزاد میشم، ولی دیگه نمیمونم. فرار میکنه تو جنگل، به یک شیری برمیخوره که تو پهلوش تیر بود. دلش نمیاد رد شه، میمونه و این شیر رو درمون میکنه. انقدر میمونه تا این خوب بشه، میرسن میگیرنش و میبرنش تو میدون شهر. برده‌ای که فرار میکرد باید جلوی شیرها خورده میشد. وقتی تو میدون اینو رها میکنن جلوی شیرها، از قضا اون شیر رو رها میکنن که این درمونش کرده بود و نجاتش داده بود. و شیره میاد زیر پای این غلامه آروم میشینه و این مسئله باعث میشه که او برای همیشه آزاد بشه. اگه اونطور که خودش آزاد میشد همیشه در ترس بود این آزادیش، ولی این مسئله باعث میشه که او برای همیشه آزاد بشه. اگه نعومی نرفته بود روتی نبود، اگر روتی برنگشته بود عیسایی نبود. اگر برده فرار نمی کرد و اگر شیری زخمی نمی شد، برده برای همیشه آزاد نمی شد. به تمام مشکلاتمون بیایم اینجوری نگاه کنیم. اگر این مشکله پشتش یه چیزیه، اگر این درده پشتش یه چیزیه، شاید ندونم، ولی مطمئن باشید که همینه. مطمئن باشید که همینه. اگر نعومی فرار نمی کرد، گفتن من نعومی از سختی ها فرار کرد، قومش رو رها کرد، رفت بین قوم های دیگه، اما ابی نداره. اگر اون قحطی نمی اومد و اگر اون فرار نمی کرد و اگر روتی نبود، عیسایی نبود و ما هم نبودیم. اگر به دردهامون، به سختیامون، به مشکلاتمون اینجوری نگاه بکنیم، مطمئن باشین از بغلش جلال خداوند ظاهر میشه، مسیحا ظاهر میشن، آزادی های ابدی ظاهر میشه. عزیزم دعا میکنم به نام عیسی مسیح خداوند که واقعا این موعظه از من گرفته، موعظه که نیست، یعنی شهادت ملاقات، از امروز اگر پشتش حیات خدا نباشه، اگر پشتش روح خدا قرار نگیره، اگر عیسی مسیح همین الان نیاد مهر نکنه، فقط حرف خواهد بود. حرف میکشد اما روح زنده میکند. دعا میکنم حداقل ما خواهران، حداقل ما این افرادی که اینجا هستیم، حداقل منبعی باشیم، چشمه‌ای باشیم که به سختی ها و مشکلاتمون اینطوری نگاه کنیم. هرگز سختی و مشکلات تمام نخواهند شد، تو اینو مسیح گفته تمام نخواهد شد، ولی دعای من اینه که خداوند دید ما رو عوض بکنه و ما رو به یاد این داستانهای کتاب مقدس بندازه که همش یه جورایی تو زندگی ما، یه جورایی ما تو کتاب مقدس تو این داستانا هستیم، همه داستانای کتاب مقدس. بدونیم که تمام اینها برکته، حتی اگر داریم پرپر میزنیم.
برکت بیرون خواهد آمد زمانی که با برکت نگاه کنیم. من دو خط از این شعر رو میکنم چون همش رو زیاد چیز نیستم. اول میتونم که به حالت شعری بخونم که خداوند چه شعری به من داد. نه، در انتظار دیدن رویش منتظر ماندم تا بیاید، وعده دهنده ترکم نکرده، امین و عادل نزدم آمد. آواز او را شنیدم، آواز عیسای من بود، مرا میخواند بیا نعومی نزد من بیا. نزد پاهایش نشستم، عطر مهرش بر سرم ریخت، این وجود مارا را بار دیگر او فرو ریخت. بر روی صخره نهادم نزد شکاف پهلویش تا جلالش را ببینم، جلال خدای پدر. آمرزد نافرمانی را، بخشد هر ترس تقصیر و هر گناه، فیاض پایدار در محبت، نسل در نسل تا ابد. آمین.